دوستان عزیز بیننده، در این قسمت از برنامه‌مون همراه میشیم با مسعود پیرنیا برای مروری بر روزنامه‌های امروز حکومتی. سلام می‌کنم به تو مسعود، بفرمایید. امید، سلام به تو، سلام به بینندگان عزیز و درود بر قیام آفرینان قهرمان. مهمترین عنوان مشترک در صفحات اول روزنامه‌های حکومتی در روز چهارشنبه 25 بهمن به دعوای باندها بر سر حرف شیخ حسن روحانی در مورد همه پرسی یا همون رفراندوم اختصاص پیدا کرده که اول نگاهی به اونا داریم. آرمان: همه پرسی مدنیت را جایگزین خشونت می کند. ابرار: واکنش کدخدایی به بخشی از سخنرانی رئیس جمهور در 22 بهمن. ایران: روحانی در نشست مشترک استانداران، وزرا و رؤسای سازمان‌های اقتصادی و مدیران مؤسسات مالی و اعتباری. رئیس جمهور مسئول قانون اساسی است. جمهوری اسلامی: رئیس جمهور: قانون اساسی کشور ظرفیت جلب رضایت مردم را دارد. اما روزنامه‌های باند ولی فقیه ارتجا هم از موضع دیگری به همین موضوع اشاره کردند که به اونام نگاه می‌کنیم. رسالت: سخنرانی رئیس جمهور تبدیل به تیتر اول بی بی سی شد. شرق: واکنش احمد خاتمی به پیشنهاد همه پرسی، میخواهند سفره ولایت فقیه را جمع کنند. کیهان، روزنامه دولتی ایران: رئیس جمهوری باید بتواند مجلس را منحل کند. در روزنامه باند ولی فقیه ارتجا، آخوند روحانی به صورت غیر مستقیم در رابطه با همین موضوع تهدید به عزل شده. رسالت: چرا برای دشمنان قسم خورده نظام خوراک تهیه می کنید؟ روحانی باید بداند مردم ایران هم نجیب هستند، زبان به ملامت از کرده او در برجام نمی گشایند. چرا روحانی صدای مردم را نمی شنود؟ او صدای چند عدد پیاده نظام آمریکا در آشوبهای دیماه را شنید و بر طبل به رسمیت شناختن حق اعتراض ضد انقلاب کوبید. این نتیجه دوست انگاشتن دشمن و دشمن انگاشتن دوست است. این نتیجه فراموش کردن سوگند ریاست جمهوری و عهد و پیمان خود با مردم است. این نوعی سست عهدی است که مردم آن را بالاخره علاج خواهند کرد. مجلس شورای اسلامی در این مورد وظیفه کلیدی دارد که باید به انجام آن همت گمارد. اما کیهان ولی فقیه ارتجام یک مطلب دیگه در همین رابطه داره. کلام آخر را سربسته میگویم. در فضایی که پر است از تهمت و شایعات علیه نظام و انقلاب و ولایت، داریم به سمتی پیش میرویم که در آینده‌ای نه چندان دور انقلابی دیگر لازم خواهد بود که البته شعارهای آن موقع با الان متفاوت خواهد. البته این که میگه انقلابی در راه است درسته، ولی این انقلاب برای جمع کردن بساط تمامیت این نظام با همه جناحش. ماجرای رسوای خودکشی کردن یک استاد دانشگاه در زندان موضوع مشترک روزنامه‌های هر دو بانده. روزنامه‌های باند ولی فقیه ارتجا تلاش در اثبات مجرم بودن و خودکشی سید امامی کردند و روزنامه‌های باند رقیم هم حداکثر نق زدند که چرا از جون اون حفاظت نشده و به این ترتیب مرگ این استاد دانشگاه رو به قصور و کوتاهی دشخیمان در حفاظت از اون و در عمل دلسوزی برای آبروی نظام تقلیل دادن. اعتماد: بر فرض درست بودن موضوع خودکشی باید بررسی شود که چرا یک استاد دانشگاه تصمیم به خودکشی میگیرد. چه اتفاقی رخ داده است که یک استاد دانشگاه که در دانشگاه امام صادق تدریس داشته و از فیلترهای این دانشگاه عبور کرده است تصمیم به خودکشی گرفته است؟ مسئولیت زندانی بر عهده سازمان زندان هاست. باید کمیته‌ای برای تحقیق و تفحص از پرونده شکل گیرد تا ابعاد مختلف پرونده مورد بررسی قرار گرفته و نکات تاریک آن روشن شود. جهان صنعت هم در همین مورد می نویسه: به گونه ای عمل کنیم که بهانه ای به دست دیگران ندهیم تا منجر به افزایش فشارهای بین المللی شود. یکی از مسائلی که به تازگی اتفاق افتاده و در حال تکرار شدن است
مسئله خودکشی افرادی است که بازداشت می شوند. این افراد در زندگی شخصی و پیش از بازداشتشان هیچ گونه نشانه ای از افسردگی شدید و تمایل به خودکشی از خود نشان ندادند، ولی به محض دستگیری هم متوجه اشتباهاتشان می شوند و هم در عین ناباوری خودکشی می کنند. در ادامه همین روزنامه می نویسه: این حادثه تلخ باید رسیدگی شود تا ضمن مشخص شدن واقعیت و جلوگیری از تکرار، دستاویزی هم برای افزایش محدودیت‌های بین‌المللی نشود. بحران‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی و هشدار نسبت به پیامدهای انفجاری اونا موضوع اغلب روزنامه‌های حکومتیه. از ابرار اقتصادی شروع می‌کنیم. دلار در مرز 5000 تومان. اقتصاد پویا، هشدار رئیس اتاق بازرگانی: نرخ ارز واقعی نشود، سرمایه ها از کشور خارج می شود. ابتکار، پیامدهای ناشی از افزایش روزافزون حاشیه نشینان، زلزله اجتماعی در همسایگی شهرها. شرق، فقر دستمزدی در ایران. باید در نظر داشت سهم نیروی کار در این وضعیت بسیار ناچیزتر از هزینه های مربوط به تامین و تجهیز سرمایه، اهم از نرخ بهره های بانکی و تامین زیرساخت ها و هزینه های فساد سیستماتیک و بوروکراسی و غیر است. در این وضعیت اگر راه گفتگوی اجتماعی مسدود شود و به تعبیر دستو اقتصاددان پرویی حباب بلورینی برای حفاظت از گروه های فرادست ایجاد شود که دیگر گروه ها راهی به آن نداشته باشند، باید منتظر وارفتن هرچه بیشتر تار و پود های جامعه بود. و اما جهان صنعت اینطور نوشته: اقتصاد ایران قفل شد. به نظر می رسد به دلیل شرایط بحرانی در فضای بین الملل و به دلیل شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد کشور و به دلیل کسری‌های بودجه‌ای که دولت متحمل می‌شود، دولت مجبور می‌شود به چاپ پول بیشتر در اقتصاد متوسل شود که در پی آن تورم بر مدار سعودی قرار می‌گیرد. با این اوصاف چشم‌انداز روشنی را نمی‌توان برای اقتصاد ایران متصور شد و هرچه می‌گذرد بحران تشدید می‌شود. البته اصلی‌ترین بحران برای نظام بحران سرنگونی. با تشکر از همراهی شما رسیدیم به پایان گزارش خودمون از روزنامه‌های حکومتی. خیلی ممنونم. خواهش میکنم. منم تشکر میکنم از گزارشی که دادی.